شنبه اصلا میدونی چه روزیه؟ شنبه این شنبه نه نمیدونم. روز شروع کسب و کار و روز خداست. نه. شنبه دربی. آ دربی آره آره. نه متاسف. نه فوتبال نگاه میکنی؟ بله نسبت. شنبه دربیه. شنبه؟ نه. شنبه نمیدونم والا. دربی آوردم. دربیه؟ اصلا نمیدونم. یه کوچولو علاقه داریم. فوتبال. خب شنبه بازی دربی نگاه میکنی؟ آره فقط نمیدونستم دربیه. بله 100 درصد. خب شنبه دربیه دیگه میدونی که. بله. واقعیتش نمیدونم. جالب. تلویزیون ندارم اصلا. شنبه نه. نه. دربی نداریم شنبه داریم. شنبه دربی آقا. شنبه ان شاءالله دربی دیگه. شنبه میدونی چه روزیه شما؟ چرا نمیدونم. چه خبره؟ نمیخوام مصاحبه کنم. نمیخوام مصاحبه. دوست ندارم اصلا. فوتبال نمیخوام کنم اصلا. فوتبال آره. شنبه دربیه میدونستی؟ میدونستم بله. من طرفدار تیم ملی هستم. احساب پرسپولیس دیگه نمیکنید؟ نه فقط تراکتور و تیم ملی. من استقلالی. آره آره پرسپولیسی هم. طرفدار تیم برنده استقلال احتمالا. من بیشتر ملی هم. اما خب این دوتا رو بیشتر نگاه میکنم. طرفدار استقلال هم. طرفدار استقلال پرسپولیس؟ استقلال. بله دنبال میکنم ولی چون تو خوابگاه زیاد نمیرسم. استقلال قطعا. پرسپولیس، پرسپولیس همیشه قهرمان. طرفدار پرسپولیس. عادتاً پرسپولیس. من پرسپولیسی. منم پرسپولیسی. گفتی پرسپولیس برای حساب من چه رفتی داره همینو بگو. نه. نمیتونم بگم. زیاد اهل فوتبال حقیقتش من نیستم ولی پسرم فوتبالیه. ایشون با من بود، استقلالی بود. بعد دایاش پرسپولیسی بودن. تغییر رویه داد رفته پرسپولیسی شده. زرد درصد پرسپولیسی شیش آتیشه که هیچی. خب 12 آتیشه. اصلا فوتبال نگاه نمی‌کنم. نزدیک در پناه تو که بود 27 سال 27 سالم اصلا تلویزیون نگاه نمیکنم الان 2 سالم اصلا تلویزیون ندارم هم پرسپولیس هم استقلالی هم من هم استقلالی هم دوستام دوست دارم دوست دارم دوست داشتم حساب گل بزنم خوشحال میشم نه خوشحال نمیشم ناراحت میشم آره مشک یادگار مو تبریز رفتی آره رفتم بچه خودم آذربایجانم آره اونجا زیاد رفتی آره دربی رو حتما نگاه میکنم هر جفتشون هر جفتشون خوشگوخ میشین نگاه میکنم اوه دامادم که دیگه هیچی دیگه استودیوم رفتی دارو برداری؟ نه متاسفانه نه نه من شهرستانی هم تا حالا نرفتم خیلی دوست دارم این شنبه برم ولی نمیتونم حقیقتشو دربی رو نه والا نرفتم ولی خب همیشه دوست داشتم برم من آره نمیزم من وی آی پی هم دارم ولی تایم کاریمون یه جوریه که نمیشه رفت دروغ نگم همشو قدیم میرفتم الان دیگه وقتشو ندارم یاد از آخر رفتی استادیوم رفت و برگشت هزینه که الان اونجا کردی خورد و خوراک کلا هزینه رفت و اون کلا با بلیط چقدر خرجت شد حدودا بلیط فکر کنم 30 تومن بود فکر کنم حدودا 50 60 تومن با خورد و خوراک اینا بری با بلیط و اینا بعد 200 تومن کنار بذاری تا حالا قسمت شد استادیوم تیم چند وقت رفتی که با اون رفتن استادیوم نه خوشحال نه چرا خیلی دوست داشتم برم ولی خب شرایطی که مثلا برم نبود که الان مثلا یه بازی با تماشاگر باشه با بانوان اون 100 درصد خیلی واسه تیم ملی باشه میرم واسه تیم ملی باشه شما میرم آره قطعا دوست داشتم ولی خب الان هم دوست داشتم قطعا قطعا بهترین شعاری که ذهنت تو استادیوم دادن چی بوده؟ بگم الان آره راحت هر چی سری پرسپولیس سرور استقلاله استقلال سرور پرسپولیسه هر کی تیم خودشو تشویق میکنه دیگه سرور هر چی لونگیه داشمیر قلعه‌نویه الانم که فراد آتیش‌سن اومده یه پرسپولیس جونمه قرمز خونمه دیگه چه شعاری تو استادیوم خیلی دوست داری پرسپولیس سرور استقلاله آره آبادان رفتم آبادان بعد بهترین شعاری که اونجا میدن تو استادیوم چیه؟ آبادان برزیلته دیگه پرسپولیس قهرمان میشه خدا میدونه که حقش بهترین شعاری که اونجا شنیدین تو ورزشگاه چی بوده؟ ایران وطن ماست چی بگم بیشتر شعارها اکثرا منشوریه رکیکه نمیشه واقعا گفت ولی خب آها روی قلب من نوشته رنگ قرمز رنگ عشق واسه تو جونمو میدم پرسپولیس سرور عشق شعارهای بدی بود بگو اولش رو بده بعد واقعا نمیشه تو حالی که نمیشه پخش کنی بگو راحت پخش کنی نه یه ذره فوش توشه همون که فرشاد احمدزاده میگه زیاد خوب شعارات اکثرا مسابقه ایده قشنگترین دربی که تو ذهنت کدوم بازیه جام ازی بود دیگه سالان
سهش برد، نه تو بازی تو وقت اضافه بردش. اصلا کدوم دربی تو ذهنته؟ یعنی همیشه یادش میاد چرا اون بازی اشتباهام رو 3-2 که پرسپولیس برد اون بازی رو حساب. آره بهترین دربی تو کدوم بازی زنده؟ بهترین دربی هم اون سهیچی که استقلال زد، اونی که ایمان زاید اونو دوست داشتم. خب نه یعنی دوست داشتم باشم ورزشگاه من. آره 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 نبودم. قطع به یقین 4-2 دربی 82 بهترین بود. 4 تایی ایمون زاید نه، ایمون زاید هم یه چیز دیگه است، ولی این 4 تایی یک چیز دیگه است. 3-2 بود استقلال دقیقه آخر زد با گل پیرز قربانی. من اون موقع تو استادیوم بودم. نه با هد زد. دربی 4-2 هد تریر تاره میپاس میده یا تریک میکنه. ایمون زاید هم بعدیشه. 3-2 استقلال باخت. 2-0 جلو و 3-2 باخت. اون بدترین بازی من بود. بدترین خاطراتون بود. ممنون مرسی. همون بازی 3 سال پیش که 4 تا زدیم، 4-2. بازی که 4 تا زدیم سال پیش. بارسا حساش می‌زد. آره، آره. که میتونست با گلای بیشتری داشته باشه استقلال. فقط تو رو خدا اگه اینجا پخش میشه داورا رو یه ذره قشنگ‌تر بچینن مهرشو. آقا داور الان بازی دیروز استقلال سر استقلال علنی برید. دو تا پنالتی نگرفت علنی. دیروز که دو تا پنالتی رو سوزوندن نیوره استقلال. آره دارن میزنن اشلای کار. برنامه چیزتون رو بیارید دیگه. VAR کوری برای هواداره پرسپولیس. نه ما ثابت میکنیم بیشتر. انشالله این سری هم میفرستیمشون تو غار. بیا بیا فقط استقلال. فقط استقلال چی میگه رئیس هم چی میگه؟ فقط استقلال. آسمون آبیه وقتی غروب که میشه آبیش از بین میره دیگه میشه سیاه. دو تا ستاره اینجامون داریم رو قلبمون. آقا مال 80 سال پیش عهد ترکمون شاه. چرا شما نداری؟ تو شاه جانبه دو تا چیز آوردن با دو تا تیم قهرمان شدن. شان استقلال. استقلال. فقط استقلال. فقط استقلال. یه زنبور میپرسم میگم شما میتونید تو 10 دقیقه 3 تا گل بخوری؟ میگه مگه من استقلالم. دمتون گرم. دمتون گرم. خدا وکیل دارم میگه. وای وایسا. وای وایسا دیگه. آقا میخوام جواب سوالاتو بدم. استقلال. تموم شد رفت. قرمز پوشیده میگه استقلال. قرمز پوشیده کثیفش کنه دیگه. مگه پرسپولیس بگو استقلال. کلا پرسپولیس عشق دیگه. عشق جون نفس سروره. سرور سوالا. قبول داری جوتسه یه دونه توپ ناز از پشت 18 گذاشته برای گل شنبه؟ اگه شنبه خوردی چی میگی؟ حالا شنبه هم خوردیم اونم مشکل نداره. خوردم مهم نیست. بازی قشنگ کردم. الان گلات قهرمانی زدیم. دربی واسه دابل هتریک. دربی رفت و برگشت برای اونم باشه. آخرش مهم اینه که جام برای ما. دربی بازترینمون. خدمتتون عرض کنم که فرهاد دیگه علامت 4ش همیشه اذیت کن بوده. فکر کنم کمال کامیابی از همه بهتر بوده. چون هم اسم خودم فرشید اسماعیلی. آقای ترابی. علی آقا کریمی. ارسلان مطهری. خود محسن بنگر ستونی بود تو خط دفاعی. برای پرسپولیس آبزاده بود، فرشو پیوس بود. خب مشتاق جباری بود. فرهاد مجیدی که دیگه؟ فرهاد مجیدی. فرهاد مجیدی. در حال حاضر مجیدی بوده. سید جلال واقعا یکی از دربی بازات خیلی تسلط داره، خون سرده. فقط سید جلال. دایی کمال کمال گتوزو. آره. بعد اون وقت مهدی طارمی بود. سردار آزمون. منم خیلی دوستش. همون مهدی من میشه. امیدوارم دربی قشنگی باشه، برد داشته باشه و اینکه پرگل باشه بازی. دربی روز شنبه قرار برگزار شه. آقای تیموریان اوضاع چطوره؟ خب استقلال توی چند تا بازی گذشته که امسال انجام داده توی این هفته بازی یکم شرایطش مطلوب نبوده و قبل بازی دربی هم مساوی کردیم بازی آخرش رو. خب دربی خودتون میدونید دربی بازی کردن اصلا ربطی به نتایج لیگ نداره. امیدوارم که استقلال تهران بتونه یه نتیجه آبرومندانه رو جلوی تیم پرسپولیس بگیره. خب یک صحبتای کلیشه‌ای همیشه هست در مورد داربی، اونم این هستش که خب هیچ ربطی به کجای جدول باشی و یا داربی ها قابل پیش بینی نیستند و تیم های ضعیف و قوی اصلا مشخص نمی کنن در اون روز به چه صورتی بازی خواهند کرد و یا پیروز میدون خواهند بود یا خیر. بحث شرایط تیم ها قبل از بازی، چون شما هم مربی بودین هم بازی کردین این بازی رو، در واقع تجربه کامل دارید. واقعا این جمله کلیشه‌ای که میگن که در واقع هیچ تأثیری نداره شرایط تیم ها قبل از بازی، برد و باخت تیم ها قبل از بازی و شرایطشون تو جدول، واقعا نقشی نداره؟
میتونه نقش داشته باشه ولی خیلی کم. البته در هفته منتهی به بازی دربی نه، خیلی مهم هست. شما بچه‌ها تمرکزشون بیشتر میشه، مربیان بیشتر بحث رو مواظب بحث‌های تاکتیکی خودشون هستن و بعدش حساسیت رو انتقال میدن به بچه‌ها که باید چقدر حساس باشی، نه استرس رو بلکه هیجان لازم رو. و بعد به نظر من گیم پلن مناسب برای اون بازی میتونه یکی از ارکانی باشه که بتونن ازش استفاده کنن واسه برنده شدن، چون فاکتوری که مهم هست شما دقایق بازی رو باید مدیریت بکنید، نفراتتون رو به درستی بچینید، حتما بهترین نفراتتون رو وارد بازی کنید، یعنی بهترین ارنجتون رو باید بذارید، ولی باید بدونید که مشتتون رو باید خالی نذارید، چون در دربی شاید بعضی از بازیکن‌هایی که شما میتونید جایگزین بیارید باید به عنوان اسلحه پنهان پلو خودتون داشته باشید. بازیکن‌های ذخیره‌تون خیلی مهم خواهند بود وقتی به داخل زمین میان بتونن اون انتظار شما رو برآورده کنن، نه اینکه وقتی یه بازیکن رو میارید مثلا اولین بازیش باشه، ممکنه اتفاق بیفته خوب بازی کنه اما مطمئنا هیجانات برش مستولی میشن. در هر صورت به نظر من اون هفته منتهی به بازی و در روز قبل از بازی و روز بازی هر چقدر جلوتر میریم حساسیت بالاتر و دقت عمل باید بالاتر بره. اصلا روز دربی یه کاریزما، یه اعتماد به نفس خاص و یه انرژی خاصی رو میخواد اون بازیکن که بتونه بهترین روز خودش رو رقم بزنه. حالا چند سال قبل اینکه این بیماری کرونا بیاد خب استادیوم پر بود، اون موقع استرس بازی بیشتر بود. حالا من نمیدونم چند هزار تا تماشاچی اجازه دارن توی مشخص نشد. حالا بالاخره اون بازی هم حساسیت خاص خودش رو داره. دربی کری همیشه بوده توی ایران بین این دوتا تیم و اینکه شرایط برای دوتا تیم فکر میکنم برای بازی روز 13 یکسان باشه. بازی مختلف دربی حاضر بودید بازی کردید، شعارهایی که میدن کدومشو خیلی دوست داشتید؟ چی رو؟ شعارهایی که هوادارا میدادن تو زمانی که شما بازی میکردید، هوادار قاعدتا تو استادیوم بوده برای در مورد بازیکن‌ها یا در کلا شعاری میدادن شما کیف می‌کردین؟ حالا شعارها رو من نمی‌شیدم اون موقع، استادیوم پر من نشیدم به خدا شعار ندادن. نه من چی حواسم به بازی خیلی شعار هست. من زیاد آدم کاریخونی نیستم. در مورد خودم به شخصه در مورد بازیکن، خب منو میدونید، خب حسین عبدی پله صدا می‌کردن وقتی استادیوم، همه استادیوم صدا می‌کردن، یه مقدار با مسئولیت ما رو سنگین‌تر می‌کرد. حالا اون موقع اینجوری بود، الان نمی‌دونم چه جوریه. این جهدی که یه دفعه اسم تیمو نصف ورزشگاه میگم خب خیلی لرزه، خیلی، یعنی اون موقع نیا کنید من یه مدت، خب یه بار پام شکست، وقتی دوباره برگشتم همه استادیوم ایستاده منو تشویق می‌کردن و وقتی رفتم تو زمین بازی، یعنی تولد دوباره بازیم بود و خیلی مدیون مردم بودم و هستم همینطور. به بهترین دربی که تو ذهنتونه کدوم بازی؟ حالا چه به اون بازیکن، چه به اون مربی، چه به اون هوادار حتی تماشا کردم. من والا بازی که خودم بازی کردم ما 3-0 بردیم بازی رو و در اون بازی من فکر میکنم قابلیت این رو داشتیم بیشترم بزنیم و شاید یه مقدار خواستیم بازی رو حفظ بکنیم. یه بازی بود که فکر کنم با پرسپولیس 0-0 کردیم، ریش نگرداشته بودم. اون روز روز خیلی خوبه من بود فکر میکنم و اکثر بازیکنان اون از تیم رفته بودن متاسفانه، بنا به دلایلی که حالا شخصی بوده، حالا در جریان نیستم من. اون بازی خب پرسپولیس تیمش خیلی قوی تر از تیم ما بود ولی بازی مساوی تموم شد. هم بازی کردید هم هوادار بودید قطعا و الان هوادار استقلالی، همه شما رو به عنوان یک استقلالی میشناسن. حسرت کدوم بازی تو دلتون هست به عنوان یک استقلالی؟ در مورد دربی ها بخوام صحبت کنیم. دربی والا حسرت که نمیشه گفت، دو تا تیم دنبال نتیجه خوب هستن. تلخ بوده من فکر میکنم اون 3-2 که استقلال باخت، ایمون زاهد گل زده، من اون بازی نبودم البته، ولی اون فکر میکنم یکی از بدترین نتایجی بود که فکر میکنم تو این چند سال اخیر که میتونه استقلال متحمل بشه همین نتیجه 3-2 بود. من داشتم تماشا میکردم، خب اصلا انتظار یه همچین اتفاقی رو اصلا نداشتیم. وقتی گل اول رو زدن خب همه خوشحال شدن ولی زمانی وجود نداشت، اصلا زمان دیگه بین رفته بود و وقتی که گل دومو زدن که دیگه اصلا انفجار، فکر میکنم خوشحالی، انفجار جمعیت، هر چی بگم اصلا قابل توصیف نیست، ولی گل سوم دیگه قابل بحث نیست، یعنی اون دیگه یه چیز دیگه است، انگار در این گروه شادی و خوشحالی و غیر قابل توصیف و در اون گروه یأس و ناامیدی بابت اینکه چقدر بازی رو به سادگی از دست دادن.